ده طی طریق می کردیم در بی نهایت بیابان، خاموش خاموش در خلوت قهوه‌ای و زرد آفتاب بعد از ظهر کویر. خط زنجیر صدای خفه پای الاغ‌ها میان ماسه‌های نرم و خاکستری که به سفیدی می‌زدند گاه گاهی، هر چند قدمی می‌رسیدیم به قشرهای ضخیم نمک گرداگرد و لای شیارها و ترک‌های عمیق کویر برق برق می‌زدند زیر آفتاب. مدیر شروع کرده بود به صحبت کردن از بالای منبر متحرک شتر که سلان سلان قدم بر می داشت. من و مولوی دو سویش سوار بر الاغ‌ها چون دو جوال آویخته به دو طرف شکم شتر که استعداد خوبی دارند شاگردان بلوچ، هر درسی را یک بار بگویی یاد می گیرند، باهوش هستند. مشکل آنها روزهای اول یاد گرفتن و نوشتن درست فارسی کتابی است، به خاطر اینکه ارتباط فرهنگی گسترده‌ای ندارند با بقیه مردم مملکت، ولی وقتی میرسند به کلاس‌های سوم و چهارم خیلی خوب یاد می‌گیرند، صحبت می‌کنند، می‌نویسند، حساب هم بسیار زود یاد می‌گیرند. ماهی 300 تومان حقوق میگیرم از محل طرح 50-11-11 سازمان برنامه. روزمزد حکمی هستم. منتظرم لایحه استخدام تصویب شود. وقتی نوبت رسید به دشتیاری و نوبندیان من هم رسمی شدم. سخت میگذشت زندگی به او در روستای دور افتاده و قحطی زده نوبندیان. کم بود حقوقش. صدای مولوی بلند شده بود از آن طرف شتر. آقای مدیر، رسم عروسی را در دشتیاری تعریف کردی برای آقای مهندس؟ نه. و شروع کرد مولوی با علاقه به نقل مراسم عروسی. پیدا بود سر رفته بود حوصله حضرت مولوی. میدید آقای مدیر مدرسه بدون آن که توجه کند دارد یواش یواش کنار میزند حضرت را. متوجه شده بود نجنبد حذف شده است برای همیشه. تقلایی کرده بود، پریده بود وسط حرف آقای مدیر. سر نخ صحبت را گرفته بود در دستش، آن هم در حول و حوش قضیه‌ای که مربوط میشد سخت به تخصص و حرفش، و امکان نداشت مدیر بتواند اظهار فضلی کند یا خدای نخواسته بلند شود روی دست او. اول رسولی میرفت پیش پدر عروس. پس از موافقت پدر عروس، مادر داماد یک دست لباس میبرد برای عروس. مجلس جشنی برپا میکردند. کنیزها میخواندند و میرقصیدند. خرما میپاشیدند سر اهل مجلس. شب عروسی لباس عروسی تنش می کرد عروس. 7 قلم آرایش می کرد و آماده می شد برای عقد. بعد خیشان عروس و داماد می نشستند روی قالیچه‌ای که انداخته بودند روی حصیرهایی در جلوی شترهاشان. فرزی قیچک می زد، سرنایی سرنا می زد، آوازخوان می خواند. تا بامداد بیدار باید باشند همه. اگر به خواب میرفت مهمانی، چوبی میکوبیدند محکم بر فرق سرش و بیدارش میکردند. ساعتی از شب گذشته شام میخوردند، بامداد صبحانه نوش جان میکردند، ظهر نهار میخوردند، طرف عصر با ساز و دهل و آواز داماد را به حمام میبردند، لباس نو میپوشاندند، میبردند خانه عروس و 5 متری خانه عروس کپری می‌بستند از حصیر که همان هجله بود. عروس و داماد را می‌کردند توی هجله، می‌بستند در هجله را، بعد نشانی می‌بردند. اگر درست بود نشانی هلهله می‌کردند، شادی می‌کردند. درست نبود نشانی که خاک بر سرش، یعنی خاک بر سر داماد. فرصت را غنیمت شمرد آقای مدیر، عوض کرد موضوع صحبت را.
گرفتاری وقت زایمان است آی مهندس، نه درمانگاه هست در این نزدیکی نه دکتر. اما نداد مولوی، حاضر نبود به سادگی جا خالی کند. پرید وسط حرف آقای مدیر، از آن طرف شطور با طول و تفصیل شرح داد که ماما بود هر زنی در سامان دشتیاری برای خودش، بعضی سابقه و تجربه بیشتری داشتند، شهرتی داشتند، سخت می شد کار دعوتشان می کردند، می بردند بالای سر زاو، وگرنه خود زنها بلد بودند چی کار کنند، خوب بلد بودند خم و پیچ زاییدن را. فقط وقت تنگی ماما صدا می کردند، می آمد ماما شکم زاو را چرب می کرد، با روغن یا پیه می نشست به انتظار بالای سر زاو. به دنیا که می آمد نوزاد ناف بچه را می برید، اگر چاقو پیدا می شد و دم دست بود با چاقو، وگرنه دو تک سنگ می آوردند از بیابان، ناف بچه را می گذاشتند بین تخت سنگ ها و ضربه‌ای و قطع شده بود ناف و سلام. این کار را هم هر زنی بلد بود. ماما نبود پهلوی زاو، خودش ناف بچه را می برید. کارهایی به این سادگی و روانی دکتر لازم نداشت. فرنگی بازی در آورده بود آقای مدیر. مشیت الله هست، تا خواست الله چه باشد، کاری از دست دکتر بر نمی آید. چه کار است دکتر، 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 الله و بس. خاموش نشسته بود آقای مدیر، عقب نشینی کرده بود، قدر بود حریف، صحبت را کشیده بود به جایی باریک، در مقوله‌ای که قادر نبود احدی در دنیا حریفش شود. دور اول را باخته بود جناب مدیر مدرسه نوبندیان، و شوخی نیست باختن، شکستن. زمزمه کنان قد می کشیدند سایه ها روی خاکستری مواج ماسه ها. آبی آسمانی آهسته آهسته داشت پیدا می شد از پشت حرم سربی رنگ آفتاب. کبود مایل به قهوه‌ای بود گوشهای اولاق. سفید بود گردنش، خط سیاه تناب افسار همچون توقی مشکی برق میزد گرد سفیدی گردنش. سایه الاغ افتاده بود روی ماسه ها، سرش کشیده تر و بزرگتر، سایه بلند گوش ها چون شاخه های خاکستری تکان تکان میخورد روی ماسه های داغ کویر. خرمایی رنگ بود خر مولوی، قدم هایش سنگین بود و محکم، و شطر آقای مدیر آرام خرامان خرامان گام بر می داشت، بی سر و صدا و خاموش، مثل عبور خیالی محو در خاطر خسته آفتاب غروب. انعطافی داشتند و نرمشی ماسه ها زیر پاهای پهن شطر. پرسیدم از آقای مدیر که با این خشکسالی طولانی و قحطی چگونه گذران می کنند اهل آبادی های دشتیاری؟ گفت از روی ناچاری سالی 3-4 ماه، بعضی اوقات بیشتر 6-9 ماه قاچاقی می روند دبی، قطر، کویت، ابوظبی کار می کنند، حمالی می کنند، جاشویی می کنند روی لنج ها و فعلگی، پولی جمع می کنند برمی گردند به دهاتشان. مبلغ قابل توجهی از این اندوخته را می دادند به ناخدای لنچی که برشان می گرداند. مقداری پول هم ذخیره می کردند برای روزی که می خواستند دوباره برگردند به یکی از امارات. ناخدا خیلی پول می گرفت. کرایه مسافر قاچاق خیلی زیاد بود. دلال هم بود. حقی هم دلال می گرفت. دلال مسافر قاچاق را جمع‌آوری می کرد، می برد گوشه امن ساحلی پنهان می کرد، می رفت قرارمدار لازم را می گذاشت با ناخدا، تی می کرد، تمام می کرد. نیمه های شب لنج پیدا می شد، پهلو می گرفت کنار ساحل، مسافرها سوار می شدند، راه می افتاد، لنج می بردشان و در ساحلی پیاده می کرد. دلال ها واسطه داشتند،
طرف داشتند در کویت، در دبی، در همه جا. حالا نوبت واسطه ها بود. دست و پایی می کردند، کاری پیدا می کردند، مشکل اقامت مسافر قاچاق را حل می کردند، زد و بند داشتند در لال ها و واسطه ها با مقامات پلیس و مسئولین هر امارت. بعد از این ریخت و پاش ها و حق و حساب دادن ها، آنچه باقی می ماند می آوردند و قرض می کردند. چند ماهی پهلوی اهل و عیال بخور و نمیری می کردند، می نشستند به امید روزی که باران ببارد، کشت و کار رونق پیدا کند در دشت یاری. بودند بلوچ هایی که حیوانی داشتند، گوسفندی داشتند، بزی داشتند. وقتی می رفتند دبی یا کویت یا قطر، گوسفند را قاچاقی با خودشان می بردند، می فروختند به قیمتی مناسب، صرفه خوبی می بردند. بعد می رفتند بلوچستان پاکستان، شکر می خریدند، قند می خریدند، برنج و روغن می خریدند، چای ارزان می خریدند، قاچاقی رد می کردند این طرف به دشت یاری و چابهار و می فروختند. شانس می آوردند و گرفتار جاندار نمی شدند این طرف و شرط دستگیرشان نمی کرد آن طرف و غرق نمی شد لنج در دریا و خفه نمی شد گوسفندشان در انبار لنج و گاهی خودشان طوفان نمی شد یک دفعه و پرت نمی شدند وسط دریای منقلب. و خلاصه هر دو، آدم قاچاق و حیوان قاچاق، سالم می رسیدند به مقصد و راه برگشت طی می شد به سلامت و بی خطر، نفعی برده بودند. مثلا شکر می خریدند در بلوچستان پاکستان، کیسه 50 تومان می فروختند 120 تومان در ایران. برنج پاکستانی کیلوی 4 ریال، این طرف در بلوچستان ایران کیلوی 8 ریال و گاهی 10 ریال. بعضی وقتا هم لباسهای کهنه می خریدند در پاکستان، می آوردند و می فروختند 5 قرانی 1 تومانی نفع می بردند در هر تک لباس. لباس های کهنه را آمریکا یا سازمان ملل می بخشیدند به دولت پاکستان. دولت باید توزیع می کرد بین مردم برهنه بلوچستان پاکستان، ولی مامورین دولت پاکستان آب می کردند لباس های کهنه را در بازار سیاه. اما خدای نکرده اگر یک بار بد می آوردند می افتادند در دام ژاندارم گشت، وقتی عبور می کردند از مرز یا اسیر شرطه می شدند در امارت، پاک بود حسابشان. کیف چندین دفعه قاچاق یک دفعه بیرون می پرید از دماغشان. بیچاره می شدند خانواده ها و می نشستند به خاک سیاه و در بدری بود سرنوشتشان. پریده بود رنگ هوا، در ترنم بود و موج میزد در بهار آبی گسترده به مایل به نیلی آسمان، زمزمه و عطر جوان زدن و شکفتن ستاره ها، صد تا هزار تا. 11. حالا در خشکای بستر مسیلی شنی و طولانی راه می سپردیم. گوشه و کنار مسیل چنباتمه زده بودند زنهای بلوچ، مانند زاغهای سیاه. ماسه های کف رودخانه را می کندند با دستهاشان. زنان آبادی پایین ریپک بودند. کار هر روزشان این بود. چالهی می کندند در حاشیه بستر خشک رودخانه میان ماسه ها. نیم متری می شد گودی چاله ها و گاهی می رسید به 1 متر. نشت می کرد آب قطره قطره در طول شب و جمع می شد ته گودال ها به اندازه پیالهی از خلال روزنه ماسه ها و شنها. اول سحر پیش از دمیدن آفتاب می آمدند، جمع‌آوری می‌کردند نشت آب را با قوطی‌های حلبی یا قاشق، می‌ریختند در مشک‌ها یا کوزه‌های سفالی، می‌گذاشتند روی سرشان، می‌بردند کپرهاشان، می‌خوردند و پخت و پز می‌کردند و چای دم می‌کردند.
اگر زیاد می آمد می دادند جرعه ای به بز و گوسفندشان. هیکل زنها در پیراهنها و روسریهای سیاه شبیه بود به نیم سوخته کنده های هیزم پراکنده و در حال دود کردن و سوختن در امتداد سنگچین دیوارهای اجاق خاموش قحطی. رسیدیم به پایین ریپک، حدود 20 کپری با فاصله های 2 متری 3 متری زیر استخوانبندی پوسیده کپرها، بلوچها گاهی محو گاهی آشکار در تاریک روشن کبود و سربی غروب کویر همچون خاموشان اشباح. مدیر عقیده داشت بهتر بود راهمان را می رفتیم تا ریپک. اگر پیاده می شدیم و توقف می کردیم در پایین ریپک می گذشت وقت، تاریک می شد هوا. همین عقیده را داشت مولوی. تا روشنایی گم نشده برویم برسیم ریپک بهتر است. مردم پایین ریپک خیلی فقیر هستند، چیزی ندارند. بد می گذرد به آقای مهندس، گرسنه می مانند. برویم ریپک بهتر است. 100 نفری جمعیت داشت پایین ریپک. مردها بیشترشان نبودند، رفته بودند دبی یا کویت تو قطر دنبال فعلگی. هنوز دور نشده بودیم خیلی از پایین ریپک که مسافر تازه‌ای رسید از گرد راه و راه افتاد کنار ما. سلام و احوال پرسی کرد با آقای مدیر و مولوی. عثمان بود، پیاده طی طریق می کرد، اهل نوبندیان بود. می گفت در همه عمر پایش را بیرون نگذاشته از نوبندیان، جز یک بار که رفته بود دبی به فعلگی از میان دریای بزرگ. روزی 3 تومان مزدم بود، خیلی بود 3 تومان، خوش بودم. تا دبی چقدر کرایه دادی؟ نشستم لانچ و رفتم، 150 تومان خواست ناخدا، دادم. برگشتم 150 تومان خواست ناخدا، دادم. 300 تومان گرفت. از این طرف هنگام رفتن همه بزها و گوسفندانش را فروخته بود، داده بود پولش را به ناخدا بابت کرایه لنچ. از آن طرف هم هنگام برگشتن بیشتر اندوختش را در آورده بودند از چنگش به 1000 کلک و دستان. کرایه لنچ داده بود، حق به دلالی داده بود، حق و حساب می گرفت دلال روز اول هر هفته و تمدید می کرد اجازه اقامتش را، پروانه کارش را، و کلی پول داده بود بابت محل خواب. دست آخر تهی مانده بود دستانش، مثل بستر ماسه‌ای مسیل قحطی. گوسفندها و بزها هم بر باد رفته بودند بر سر این سودا. حالا چه کار میکنی؟ هیچ، ویلانم، فقیرم. روزها راه میروم، شبها میخوابم. شب نمی روم، تاریکیست، خطرناک است. شغال دارد صحرا، گرگ دارد، کفتار دارد، خیلی جانور هست. شب نصیب حیوان است، روز نصیب انسان است، کار خدایی است. دلت می خواهد بار دیگر سفر کنی به دبی؟ پاسخ داد با لحن و زمزمه‌ای که نه از میان لبانش بلکه از دور دست‌ها آن سوی دریاها برمی‌خواست. البته اگر 100 تایی 200 تایی گوسفند و بز داشت خیلی خوب بود. برمی‌داشت و می‌برد قاچاقی دبی، می‌فروخت. گونی شکر می‌خرید، گونی قند می‌خرید، صندوق چای می‌خرید، می آورد چابهار می فروخت. هر کیسه شکر حساب کرده بود 150 تومان نفع می برد. برای خودش پولدار می شد. ملک و آبی می خرید، گوسفند می خرید، بز می خرید، شتر می خرید، نخل می خرید، زن می گرفت. می شد آدم حسابی و سری در می آورد میان سرها. بی اختیار به یاد قصه کوزه روغن افتادم و رؤیای درویش بینوا. شب شده بود، ستاره ها همه درخشان با پرتوی همچون گلبرگ های شکفته و رنگارنگ می درخشیدند بالای سر ما.
گویی لابلای ستاره ها سفر می کردیم در بهاران کائنات. خسته شده بود الاغ، یک بند راه آمده بود، نفس نفس می زد الاغ مولوی، به دشواری راه می رفت. حق داشت الاغ بیچاره، بار سنگینی می کشید به پشت. نگران هم به نظر می رسید، می ایستاد هر چند قدمی، برمی گشت نگاه می کرد به دور دست مسیری که پیموده بود. افسار الاغ را می کشید مولوی، می کوفت با قوزک پاها به شکم حیوان. ترکه بلندی را که در دست داشت گردشی می داد در هوا، سفیر کشان فرود می آورد، می زد بر گردن و سر الاغ، جستی می زد حیوان و باز راه می افتاد. جای پای گرد و پهن شتر آقای مدیر با فاصله های معین در دو ردیف موازی بی هیچ آوایی بر جای مانده بود روی فرش نرم ماسه ها. شبه پلاس ها در پرتو شیری رنگ ستاره ها، حجم های خالی بهت، پراکنده پراکنده و خاموش. صدای آقای مدیر از آن بالای متحرک: ریپک است. اهل آبادی آمده بودند مسافتی جلو در تاریکی بیابان به پیشباز. احوال پرسی کردند، خوش آمد گفتند. حسیری گسترده بودند روی ماسه ها جلوی تنها کلبه گلی آبادی. آتش افروختند. فوری بلوچی رفت که خدا را خبر کند. لحظه ای نگذشته بود که برگشت، پارچه آبی دستش بود، کتری بزرگی پر کرد از آب پارچ. در روشنایی لرزان شعله های آتش قهوه‌ای رنگ به نظر می رسید و غلیظ آب پارچ، همچون شیره کهنه. پارچه آب را که خدا فرستاده بود برای مهمانها. دو فرسخی آبادی چاهی بود، دستی سه متری می شد عمق چاه. شب یک وجبی آب نشت می کرد ته چاه. صبح زود می رفتند قاشق قاشق جمع می کردند نشت آب را از ته چاه، می ریختند در جک، یک جکی پر می شد، می آوردند برای کت خدا. آب چاه مخصوص خانه کت خدا بود و مهمانهای کت خدا که می رسیدند از راه. باقی اهل آبادی هوتکی داشتند مانند هوتک نوبندیان که چیزی نمانده بود خشک شود. از آب هوتک می‌خوردند خودشان و مالهاشان. کت خدا آمد. برخاستند بلوچ‌ها. دست داد کت خدا اول با مهمان‌ها و بعد با یکایک بلوچ‌ها. نشست کنار آتش. خواب‌آلوده بود هنوز چهره فرتوتش. سر حال نبود. آقای مدیر گفت: آقای مهندس از تهران آمده است، مهمان حاجی کریم بخش است. مولوی پرید وسط صحبت آقای مدیر، شرحی گفت راجع به مأموریت مهم آقای مهندس، تکرار کرد با دقت سفارش های حاجی را یکی یکی و سرانجام گفت: آقای مهندس خیلی خسته است، خیلی گرسنه است، زودی شام حاضر کنید، رخت خوابی پهن کنید در امارت، استراحت کند آقای مهندس، صبح زود قرار است راه بیفتد. کت خدا پیرمردی بود باریک و استخوانی، موهای سر و صورتش همرنگ برف، چشمانی نیم باز و خسته، ورم داشتند پلک ها، این پا آن پا می کرد، پیدا بود می خواهد سخنی بگوید، دارد سبک سنگین می کند. سرانجام گفت: خیلی قدیم اسیر سردارها بودیم، هر وقت دلشان می خواست می ریختند ما را میان دیگ، می جوشندند، عشر می گرفتند، باج می گرفتند، می بردند جنگ کنیم، غارت می کردند، انتقام می گرفتند. حالا سایه سردارها گم شده از سر ما، ولی باز تنگ دستیم، گرسنه هستیم، تشنه هستیم، ویلان هستیم، حسرت قدیم را می خوریم. زمین برکت داشت، سبز بود و خرم صحرا، مال و خواسته و گوسفند داشتند مردم، چندین گله داشتند اهل همین آبادی. حالا خشک شده بود صحرا، خشک سالی بود، برکت رفته بود از زمین، مرده بودند گله ها.
از همه بدتر کسی فکر بلوچ نیست. ابر گم شده، باران گم شده، دل مردم سیاه شده. مولوی با آوایی بلند افسود: غضب خداوندی است، غضب الله به جوش آمده، رحم دارد الله، غضب هم دارد. در نارنجی و ارغوانی مضطرب شعله‌های آتش جوان بلوچی ظاهر شد. سینی زرد رنگی گرفته بود دستش. توی سینی دو سه لیوان بود، یک قوطی فلزی، یک قندان و قابلمه‌ای مسی. گذاشت سینی را روی ماسه ها، قابلمه را برداشت گذاشت کنار آتش. تکه چربی مثل پیه اندازه نصف گردو، آشوقی ادویه زرد رنگ، پاره گوجه فرنگی خشکیده افتاده بود ته قابلمه. کتری جوشان آب را برداشت، ریخت درون قابلمه و پر کرد. مشتی چای ریخت کف دستش از میان قوطی حلبی و سرازیر کرد توی کتری. گذاشت کنار آتش پهلوی قابلمه. لاغر بود و سیاه چرده. ساعتی بسته بود به مچ دست استخوانی و باریکش. درشت بود. زرق و برقی داشت اکلیل صفحه و بدلی قاب ساعت روی سیاهی نازک مچ جوان. لباسی بر تن داشت پاکیزه. سلام کرد به مدیر و نشست روی ماسه ها کنار آتش. آقای مدیر احوال پرسی کرد و پرسید کی برگشته است از سفر. پاسخ داد: دوری نیست، یک برجی هست، دلم تنگ شده بود. و نقل سفرش را حکایت کرد. 3 سال قبل راه افتاده بود و رفته بود تیز. نشسته بود در لنج و رفته بود کویت از وسط دریای بزرگ. کاری پیدا کرده بود در کارگاه مکانیکی استادکاری اصفهانی. سال اول شاگردی کرده بود. هوش و استعدادی نشان داده بود. زود خم و چم کار را یاد گرفته بود. نیمچه مکانیکی شده بود و چندی بعد استادکاری. 3-4 کارگر کار می کردند زیر دستش. ماهی 1300 ریال کویتی مزد می گرفتم. هر ریال کویت برابر 18 ریال ایران. 600 ریال حقوقم بود. شب و روز کار می کردم. 700 ریال اضافه کار می گرفتم. نگاهی کردم به بلوچ ها که نشسته بودند دور آتش اجاق و گوش می کردند به دقت. باز مانده بود همه دهانها، دهانهای باز بانند دالانهایی، ته همه تاریک، هاج و واج نگاه می کردند به دهان جوان. چند بار شنیده بودند قصه سفر را طی این یک ماه، خدا می داند. ترق ترق ارغوانی جهیدن جرقه ها همچون خوشه های شهاب، سرکشیدن و پیچ و تاب عنابی و کهربایی ساقه شعله ها، انعکاس سرخ و زرد شعله ها در سیاهی متراکم اجاق خاموش چشمان بلوچ ها. محکم بسته بودند شال ها را دور کمرها و زانوها، حائل کرده بودند ته آرنج ها را روی استخوان کاسه زانوها، استخوان ته چانه ها را گذاشته بودند وسط کف دست ها و خیره شده بودند به مرد جوان دور آتش اجاق. جوش آمده بود قابلمه. پهن کردند پرزومک را روی ماسه ها زیر روشنایی گلی رنگ اجاق. پیاله های قرش تند و جوشان، تکه های نان سوهو، لیوان های چای سیاه و غلیظ. دمدمای سحر بود. آماده می شدیم که راه بیفتیم. نسیمی خنک و ملایم می وزید، بوی شب را می داد هنوز. بلوچی آمد و نجوایی کرد در گوش مولوی. ترکید ناگهان همچون بشکه باروتی حضرت مولوی. فریادها و دشنامها، بیا و برو بگیر و ببند همچنان که می دوید. روشن شد قضیه دقیقه بعد. خر مولوی پاره کرده بود بند را و گریخته بود از طویله. جماعت همه معتقد بودند که برگشته بود خر یک راست طرف نوبندیان. حیوان بیچاره تازه زاییده بود، کره شیری کوچکی داشت. دلش نمی آمد بیاید سفر و
تنها به گزارت کره را. رحم نکرده بود مولوی، جدا کرده بود مادر و کره را، سوارش شده بود و هی هی کرده بود و به زور سیخونک رانده بودش. شبانگاه سر و صدا که خوابیده بود، تناب را پاره کرده بود حیوان و گریخته بود. برو که رفتی. ناراحت شده بود مولوی، عصبانی شده بود. آقای مدیر گفت مولوی میترسد شغال خر را بدرد، کفتار زخم بزند به خر. خشکسالی است، قحطی است، حیوانهای بیابانی خیلی وحشی شدند. شب می آیند اطراف آبادی، کمین می کنند، حمله می کنند به دام، به آدم، گرسنه هستند. سوار الاغی بود مولوی، می کوفت پاها را به پهلوی الاغ، جست و خیز کنان می تاخت الاغ بیچاره طرف نوبندیان. بلوچی می دوید دنبال الاغ و مولوی صاحب الاغ بود. 12. من مانده بودم و آقای مدیر و عثمان. خداحافظی کردیم و راه افتادیم به طرف مقصد بعدی، غلام محمد بازار. همچنان که می رفتیم آقای مدیر می گفت ملاحظه کردید همان حال و روزی را دارند اهل آبادی ریپک که باقی مردم دشتیاری. درمانده بودند همه، زراعت نبود، خشکیده بود پستان گاوها. گاه گداری با زحمت چند چک شیری می داد که می زدند، دوغ می کردند، می گذاشتند در آفتاب خشک می شد، کشک درست می کردند، می ریختند ریز ریز در آب و می جوشندند و می خوردند با نان، هسته خرمای کوبیده و آرد سوهو. لک و لکی می کردند، انتظار می کشیدند یک چشمشان به آسمان، شاید پیدا می شد باز ابری و بارانی می بارید. چشم دیگرشان به راه، شاید مأمور و رسولی می رسید از گرد راه، پیغام و خبر خوشی می آورد از بخشدار، فرماندار یا حکومت. بعضی ها هم تمام شده بود کاسه صبرشان، دل کنده بودند از آسمان و زمین، قاچاق می کردند. هر که پای رفتن داشت رفته بود، ترک خانمان گفته بود، مهاجرت کرده بود به یکی از شیخ نشین ها. حالا علی مانده بود و حوزش. بالا آمده بود خورشید، حرم آفتاب مانند بخار گوگرد زبانه می کشید از لابلای امواج اخرایی و خاکستری باطلاق شنی و ماسهی کبیر. گاهی کنده سوخته درخت چشی تذکری، خشکسالی و قحطی حضور دارد هنوز و امتداد موازی ردیف مسیلهای خشک یکی پس از دیگری. رسیدیم به آبادی غلام محمد بازار. در آفتاب آستانه آبادی یک جفت کپر، کلاس‌های درس مدرسه، جنب کپرها آلونکی گلی، دیوارها باد کرده، روی سر خمیده دیوارها تنه‌های موازی نخل‌ها، بالای تنه نخل‌ها برگ و شاخه خشکیده و خار، روی شاخ و برگ‌ها کاهگل، دفتر مدرسه و خانه مدیر و معلم مدرسه. به استقبال آمده بود آقای مدیر مدرسه، خوش آمد گفت، دعوت کرد. رفتیم و نشستیم در اتاق مدیر مدرسه غلام محمد بازار. 6 کلاس داشت مدرسه، 64 شاگرد نام نویسی کرده بودند اول سال. حالا 46 دانش آموزی باقی مانده بود. پدر بیشتر بچه ها رفته بودند پاکستان و دبی و قطر. بچه ها بعضی ویلان شده بودند در روستاهای اطراف، بعضی ترک تحصیل کرده بودند. یک معلم هم داشت مدرسه، کمک می کرد به آقای مدیر. جوانی نشسته بود کنار مدیر مدرسه غلام محمد بازار، به سیاهی می زد سوختگی سیمای ظریف و تکیدش همچون تندیس آج سوخته. برق می زد پیراهن سپید و نظیفی که پوشیده بود، شالی قرمز بسته بود دور گردنش،
همرنگ ارغوانی افق غروب کبیر. مدیر مدرسه آبادی صدیق زهی بود. 2 کیلومتری غلام بازار 33 شاگرد داشت مدرسه آبادی صدیق زهی. راضی بود از شاگردها، به هر جان کندنی بود سعی می کردند حاضر شوند بچه ها سر کلاس. پدر و مادرها همه اهل خانواده می زدند از نان شبشان تا بتوانند بچه ها را بفرستند مدرسه. فکر می کردند تحصیل تنها راه نجات است و رستگاری از بی سر و سامانی و بدبختی. 250 نفری جمعیت داشت روستای غلام محمد بازار. 10 نفری سیاه از نژاد غلامان آفریقایی. 10-12 کنیز، بیشتر همسر غلام ها. بدبختی همه خشکسالی بود. گم شده بود آب. اگر باران نمی بارید دست بالا تا 1 ماه دیگر ناچار می شدند تعطیل کنند مدرسه را. چاه می زدند میان ماسه های مسیل برای گذران. آنقدر می رفتند پایین تا می رسید به نم و رطوبت. 1 شب منتظر می ماندند. آبی تلخ جمع می شد ته چاه به اندازه 1 جک. شور بود. نه حیوان تشنه می توانست بخورد به آسانی و نه آدم تشنه. مزه زهر می دهد. خیلی تلخ است. هر روز می روند دورتر چاه می زنند. نزدیک کوه به 1000 زحمت. وسیله درست و حسابی که ندارند، با چنگ و ناخن. روزی 2 جک بیشتر آب نمی دهد چاه. 5 کیلومتری فاصله داشت کوه با آبادی. چند نفر می نشستند سر چاه، به نوبت عوض می کردند جای خود را با مردی که رفته بود ته چاه. نشت آب ته چاه را قاشق قاشق جمع می کردند. 1 روزی طول می کشید تا 2 تا جک 3 تا جک پر شد. سل خیلی شایع بود. تک و توکی که پولی در بساط داشتند راه می افتادند می رفتند کراچی برای درمان، ولی بیشتر مردم آهی نداشتند در بساط، فقیر بودند، نشسته بودند سرفه می کردند، سرفه می کردند. سرخک هم شایع بود، تب هم شایع بود. بشری نیست تب نکند، یکی روز تب می کند، یکی شب تب می کند. بلوچی سرزده آمد تو. چهره اضطراب بود. ایستاد میان قاب چوبی در همچون اقطار حادثه. بانگ زد: ملا ملا. درنگ نکرد. برگشته بود و رفته بود بلوچ همانطور که آمده بود. برخاست از جا مدیر مدرسه صدیق زهی، رفت بیرون دنبال بلوچ. مدیر مدرسه غلام محمد بازار گفت: آقای مدیر ملا هم هست، دعوتش می کنند، می رود، دعا می خواند. وقتی کسی دندانش درد بگیرد، سرش درد بگیرد، تب بکند، سخت بشود مرض، می آیند ملا را صدا می کنند، می رود، دعا می خواند. بلد است، مردم اعتقاد دارند، دعای ملا شفای هر درد است. دعای باران می‌خواند، دعای دفع آفت می‌خواند، دعای تب می‌خواند، دعای نوبه می‌خواند. ملا را می‌برند بالای سر جن زده‌ها، دعای جن می‌خواند. جن ترس برش می‌دارد، فرار می‌کند. جن زده خوب می‌شود. خیلی دعا بلد است ملا. سر و کله پیرمردی پیدا شد در اتاق. برخاستند مدیر و عثمان، سلام کردند. خوش آمد گفت پیرمرد. آمد و نشست پهلوی من. کت خدای آبادی بود. مهلت نداد. ننشسته بود هنوز. باز کرد سفره دلش را. مثل اینکه می ترسید تمام شود شب، مهمانها برخیزند و بروند و نیمه تمام بماند نقل دردهای دلش. 1 سال پیش بانک کشاورزی بذر گندم توزیع کرده بود بین کشاورزان آبادی تا بکارند و محصولی بردارند. باران نمی زند. گرسنه بودند مردم.
آرد کرده بودند بذرها را، مخلوط کرده بودند با آرد هسته خرما و آرد ذرت قرمز، نان پخته بودند و خورده بودند. روزی که بذر قسمت کرده بودند، صحبت کمک بود، هدیه بود، مهربانی دولت بود. مشتی گندم بخشیده بودند به یکایک بندگان خدا و رفته بودند. خدا حافظ. سنگ و ترازویی هم در کار نبود. دندان اسب پیشکشی را هم نمی شمردند. حالا برگشته بودند، دبه در آورده بودند و می گفتند بهای بذرها را باید پس بدهید. اگر همان روز اول می گفتند گندم فروشی است، مردم قبول نمی کردند. فهم دارند مردم، شعور دارند، می دانستند خشک سالی است، باران نزند دست حالی می مانند، می شود قوز بالای قوز. و الله قسم یک دانه گندم قبول نمی کرد هیچ بنده خدایی. نصف کسانی که گندم گرفته بودند یا مرده بودند طی 3 سال قحطی، یا گم شده بودند، یا رفته بودند به شیخ نشینها. 2 هفته بود پیغام می‌فرستادند بزالان گندم، پیغام پشت پیغام، نامه می‌نوشتند به پاسگاه پشت سر هم. فرصت نمی‌دادند خشک شود مرکب نامه‌ها. برمی داشت جاندارم نامه را می آورد، یکی صبح یکی عصر جواب می خواست. کت خدا باید قیمت گندم را وصول کند، بفرستد برای بانک. وصول کنم؟ از کدام بنده خدا؟ مرده؟ گم شده؟ رفته؟ خورده؟ تمام. همتی باید می کرد دولت، می آمد دستی بالا می کرد، سد می زد جلوی رودخانه گرکروک، آب پیدا می شد، زراعت می کردند برزگران، گندم قرضی را پس می دادند، 2 برابر پس می دادند، 3 برابر پس می دادند. 5000 جمعیت داشت سامان دشتیاری، نه درمانگاهی بود، نه دکتری، نه سد و آبنباری. چند سال بود نه مأمور دولت را زیارت کرده بودند مردم، نه بازرس دولت را. عریضه می فرستادند، شکایت می کردند، تقاضا می کردند یک رئیسی مهندسی بفرستد دولت بیاید و اقلن حال مردم را بپرسد. جواب می رسید مأمور فرستاده ایم، بازرس فرستاده ایم. برگشتند، گزارش دادند وضع مردم خوب است، راضی هستند. از خدا بی خبرها پا نمی گذارند دشتیاری، می روند می هابند، یک روز بلند می شوند می روند پیش دولت. از خودشان دروغی در می آورند، رفتیم بازرسی کردیم دیدیم حال همه خوب است، نان دارند، آب دارند، زراعت دارند، مال دارند، دعا می کنند به جان دولت، دولت هم باور می کند. تمام. یک روز جاندارم می آمد، می گشت دنبال سرباز، باید پذیرایی می کرد مردم. یک روز سر و کله مأمور ثبت احوال پیدا می شد. مردم نان نداشتند بخورند، آب خوردن نداشتند، دستشان خالی بود. شناسنامه صادر می کرد، برای خودش سن و سال تعیین می کرد، می نوشت در دفتر. باید پذیرایی می کردند مردم. مأمور دولت بود، هر طور شده راهش می انداختند. نرفته باز سر و کله ژاندارم ها پیدا می شد، مانند عجل معلق می ایستادند بالای سر مردم و فریاد می زدند زود باشید، شناسنامه ها را بیاورید، آمده ایم مشمول ببرید. همین دیروز بلوچی سال خورده آمده بود پیش کت خدا، کتک خورده بود بلوچ. ژاندارم آمد گفت مرگت ده، یعنی مرگت را بده. گفتم همین یک مرگ دارم، 2 روزی 3 روزی تهم می کند، باهانه ام می هرم. الله راضی نیست. ژاندارم گفت باید دهی. گفتم پس پولش ده. 15 تومان خریدم،
گفت پول ندهم، پول ندارم، زور دارم. جاندارم هاست مرگ بگیرد ببرد، نگذاشتم. گفتم خدا را هوش نمی آید، عیالم مرگ گم کرده بود. جاندارم کتکم زد، گفت زودی باش، برو خودت مرگ پیدا کن بیاور. گفتم ندانم مرگ کجا رفته، گم شده. به زنم گفت تو مرگ پیدا کن بیاور. زنم گفت ندانم مرگ کجا رفته، گم شده، الله می داند کجا رفته. خلاصه سر رفته بود حوصله مرگ، سر و صدا راه انداخته بود در زیر لوهیک گوشه پلاس. عادت مرغ این بود، چه می دانسته است اجل دنبالش می گردد. قدقد کرده بود، نتوانسته بود نیم ساعت جلوی دهانش را بگیرد. ژاندارم متوجه شده بود، گشته بود، مرغ را پیدا کرده بود، کشیده بود بیرون از زیر لوهیک، برده بود به زور، پول هم نداده بود. خاموش شد کت خدا، خسته شده بود. گفتم کت خدا نگفتی چه کار کردی برای پیرمرد بیچاره؟ چه جوابی دادی به پیرمرد؟ گفت دیدم کاری بر نمی آید از دستم، مرگ رفته، زور من هم به ژاندارم نمی رسد. به پیرمرد گفتم اینقدر حرف پول نزن، برو شکر کن سلامتی. اگر مرگ مانده بود اما ژاندارم خودت را گرفته بود و برده بود چه می کردی؟ حالا کجا بودی؟ برو شکر خدا کن، الله رحیم است. پیرمرد فکری کرد و گفت راست گویی کت خدا، شکر خدا. و رفت. نشسته بود روی حسیر کت خدا، زانوها را بسته بود با شال، تنگ کمرش نفسی تازه کرد و از سر گرفت نقلش را. با صدایی همچون صدای فراموش شده باران، گندم می کاشتند، یک تخم صد تخم محصول می داد. اگر باران می بارید به هنگام، آبان ماه بذر می ریختند. اگر به وقت نمی بارید باران، به جای گندم بهمن ماه ذرت می کاشتند. حالا چند سال بود باران نباریده بود، نه گندم کاشته بودند نه ذرت. گرسنه مانده بودند، هر شب هر صبح دعا می کردند الله رحم کند باران ببارد. به همین امید و هر جان کندنی شده بود گاوهای کار را نگه داشته بودند. گاو شیری کم داشتند، بیشترشان خلاص شده بودند از تشنگی و گرسنگی. گاوهای پیدا می شد در آبادی که کوهان بلندی داشت، از سند آورده بودند پدران پدران مردم. سخت جان بودند، خیلی زور داشتند، شخم خوب می زدند. زراعت بیشتر اهل آبادی دیمکاری بود. بندهایی می ساختند دور زمین، آب باران جمع می شد داخل بندها. صبر می کردند، وقتی فرو می رفت آب میان بندها، ترک بر می داشت زمین، ترک ها سر باز می کرد، میشد مثل شیارهای شخم، تخم می پاشیدند. دیگر کاری نداشتند، می نشستند، منتظر می ماندند تا خوشه ها می رسید. وقتش که می شد بر می خواستند، می رفتند، درو می کردند. گندم را جمع می کردند، می کوبیدند در جنتر، ظرفی شبیه هاون، آرد می کردند. برکت می داد الله، گندم زیاد بود، با آرد خالص گندم نان می کردند، به اندازه نبود خرمن، مخلوط می کردند با آرد سوهو یا آرد هسته خرما. در تنورهای زمینی نان می پختند، خار و خاشاک و شاخه می آوردند از بیابان، آتش می کردند در تنور. زنها نان می پختند، تنور روشن کردن، خمیر کردن، نان پختن کار زنها بود. همینطور شیر دوشیدن، دوغ زدن، کشک درست کردن. قلتک می مالیدند روی زمینی که باقی مانده بود داخل بند و خوب آب خورده بود. آنقدر می مالیدند تا سفت می شد قشر روی زمین.
خوب که سفت می شد آیش می گذاشتند زمین را برای سال دیگر. آب حفظ می شد زیر سطح سفت و قلتک مالی شده زمین. همه زمین های دشتیاری این خاصیت را داشت. آب باران گم نمی شد زیر زمین های قلتک خورده، ذخیره می ماند برای سال بعدی. مبادا باران نمی زد، وقتش که می رسید شخم می زدند و می کاشتند. بعضی مردم دشتیاری سیاه هستند، پدران ما از زنگبار آوردند یا از تاجر عرب خریدند. در چابهار، کنارک، کراچی مردها غلام هستند، زنها کنیز هستند، رسم قدیم است. البته حالا یکی شدند با بلوچ ها، فرقی نیست بین غلام و بلوچ، همه بنده خدا هستند، یکی هستند. معلم جوان گفت غلام ها خیلی زور دارند، مشتی خرما بدهید به یک سیاه می رود تا قله کوه، دو روز می گردد بس که طاقت دارد و بر می گردد. یک مشت خرما می خورند، دو روز کار می کنند. حنا بسته بود دست ها و انگشت ها را آقای معلم، حنای ناخن ها و حنای کف دستش همرنگ عناب سوخته بود و برق می زد، مشکی براق و استخوانی صورتش مانند شبق در پرتو کهربایی رنگ و لرزان فانوس نفتی. ردیف دندان ها سپید بودند و درخشان، موها فرفری و انبوه و سیاه، همچون کلافه های در هم پیچیده شبهای بی ماه و بی ستاره. حلقه نقره نازک انگشتری ها بدون نگین گرد حنایی انگشت ها برق می زد، مبهم و گرفته مانند زمزمه زخمه های ناخن روی سیم های ستار. باز صدای همچون باران کت خدا. آقای مهندس، تا یادم نرفته این شکایت مردم را بکنید در دفتر. دکتری نیست در دشتیاری، مریض ویلان است، بدبخت است. چرا دولت دکتر نمی فرستد؟ می گویند دکتر خیلی زیاد است در ایران. برخاست از گوشه اتاق آقای مدیر، آرام و موقر رفت بیرون، لحظه ای بعد برگشت. میان دستانش پرزومک بزرگی بود، مملو نان، گسترد سفره را. همچون گلیمی بود پشمی و باریک پرزومک، شتری خفه و یک دست متن پرزومک فشرده می شد میان قرمز و بنفش و آبی تیره نقوش متقاطع و هندسی حاشیه پرزومک. بلوچی آمد تو، آبی پلو دستش، گرفت آقای مدیر و گذاشت وسط سفره. گردهای نان چید گرد قاب پلو، نانهای لواش کبود و نازک. یک پیاله گذاشت جلوی هر مهمان، لبریز خورش قهوه‌ای و داغ، بوی تند ادویه و فلفل پیچیده بود در اتاق. مشغول شدند مهمانها. شکر اللهی گفت کت خدا و در حالی که اشاره می کرد به سفره گفت آقای مهندس، این مهمانی مخصوص آقای مدیر است. آقای مدیر کارمند دولت ایران است، حقوق می گیرد. شکر خدا وضع خوبی دارد. اما سفره بلوچ خالی بود. صبح مردم همه چای خالی می خوردند با نان سوهو و بعضی که گاو داشتند اگر زاییده بود رمقی مانده بود ته پستانش، پیاله شیر میداد، زیاد می آمد، اندازه نصف پیاله می ریختند میان چای. ظهر نان ذرت و ماهی می خوردند، ماهی خشکیده و نمک زده قد انگشت دست. آتش روشن می کردند، می انداختند ماهی را وسط آتش اجاق، برشته که می شد در می آوردند و می خوردند با نان سوهو. شب نان خالی می خوردند، بعضی که داشتند با ماش پخته. خیلی برکت داشت زمین های دشتیاری، کرامت الله بود.
مثل و مانند نداشت در همه عالم. باران میبارید، هر کس به اندازه وسعش بذر میافشاند. تمامی نداشت زمین، تا بخواهی زمین بود. وقتش محصول برمیداشت، گندم، ماش، ارزن، جو. افسوس، افسوس، برکتی باقی نگذاشته بود برای زمین. خشک سالی دق کرده بود زمین از قصه باران. ماهی محصول دریای بزرگ بود. بار شتر می کردند و می آوردند. مردم چاه بهار و تیس و کنارک صیادی می دانستند. صید می کردند، می آوردند، عوض می کردند با گندم. کشک، جو، بس که فراوان بود در سالهای بارانی. باران که نمی زد یک سال طوری نبود. زمین آیش بود، آب داشت، مردم می کاشتند، قناعت می کردند، سر می کردند، می ساختند. اما وقتی باران نمی بارید، دو سال، سه سال آزگار مثل این سالها مصیبت بود. مردم ویلان می شوند، حیوان گرسنه می ماند، یک شاخه علف سبز پیدا نمی شود در صحرا، شیر گاو می هشکد، شیر نباشد کشک هم پیدا نمی شود، اصلا چیزی پیدا نمی شود. عوض بدل کنند با ماهی، ماهی هم نمی آورد تاجر چابهاری، تجارت می هابد. تمام. مشغول شام خوردن شده بود کت خدا، به دنبال سه چهار لقمه جرعه آبی می نوشید و آروغی می زد. آقای مدیر گرفته بود دنبال نقل کت خدا را. دریای بزرگ خیلی ماهی دارد. صیادها می نشینند در قایق، می روند وسط دریا، ماهی صید می کنند. ماهی های درشت را می فروشند همان کنار دریا یا خودشان می خورند. ماهی های ریز را خشک می کنند. اول خوب خالی می کنند شکم ماهی ها را. خالی شد پر نمک می کنند، پهن می کنند روی تخت سنگ ها و ماسه ها زیر آفتاب. نمک می پاشند هر روز روی ماهی، آنقدر می پاشند تا خشک می شود ماهی. نمک هم مال دریاست. چاله می کنند مثل کرت کنار دریا. آب دریا که بالا می آید سوار می کنند روی گودال ها خوب که سوار شد راه باز می کنند. آب دریا می ریزد میان چاله ها صبر می کنند. آب بخار می شود زیر آفتاب، خشک می شود، نمک می ماند ته کرد. جمع می کنند، می پاشند روی ماهی یا بار شتر می کنند، با ماهی خشکیده می آورند دشتیاری، عوض می کنند ماهی و نمک دریا می دهند، گندم می گیرند، کشک می گیرند، ماش می گیرند. بعضی گندم زیادی دارند، بعضی چند تا گاو دارند، کشک زیادی دارند، عوض می کنند با ماهی و نمک. برداشتند چراغ را از وسط سفره، خالی شده بود، جمع کردند. برخاست کت خدا، خدا حافظی کرد، دست داد با همه مهمانها، شکر کرد و رفت. حضرت ملا مدیر مدرسه صدیق زهی که رفته بود دعا بخواند بالای سر بیمار برگشت. رفت و نشست کنار آقای مدیر مدرسه غلام محمد بازار. خسته بود، با صدایی همچون زمزمه تلاوت دعا که بوی شبستان مسجد میداد و ذریح امامزاده. گفت: نشستم بالای سر مریض دعا خواندم. الله رحیم است، شفا دست الله است، ان شاء الله برمیگردد حالش. فراهم شده بود موقعیتی، مغتنم شمردم. پرسیدم امامزاده پیدا می شود این طرف ها؟ نذر و نیازی می کنند مردم برای امامزاده ها؟ دخیل هم می بندند؟ گفت: بله، چند تا امامزاده داریم. امامزاده دولتشاه، امامزاده سیدادشاه، امامزاده رقلشاه، امامزاده پیرمهراب.
روزهای پنجشنبه و دوشنبه مردم می رفتند زیارت امامزاده ها. مریضی داشتند، مسافر دوری داشتند، گمشده ای داشتند، ویلانی داشتند، خرما نذر می کردند، بزغاله نذر می کردند، خشکسالی بود، مثل امسال گوسفند نذر می کردند. حیوان نذری را می بردند، امامزاده قربانی می کردند، تقسیم می کردند بین مردم. بعضی زنها هم نذر می کردند برای بچه دار شدن، ولی بیشتر نذر و قربانی محض شفای بیمار بود. بلوچ ها غیر از دعا، نماز، نذر، قربانی راه و رسم دیگری هم دارند؟ داروی محلی، معالجه بلوچی؟ البته دوای بلوچی داشتند، معالجه مخصوصی داشتند. وقتی افاقه نمی کرد دوا و درمان، دست به دامن امامزاده ها می شدند، دعا می خواندند، نذر می کردند. بیشتر وقتها، مخصوصا وقتی مریض بدحال بود، هر دو کار را می کردند. اما دوای بلوچی، خیلی دوای بلوچی داریم. اینها را به یاد داشت. ازبوتک، برگ درختی است کوتاه قد که در کوه می روید، برای معالجه سرفه خوب است، استفراغ هم می آورد. وقتی مریض رودل می کند برای سبک شدن معده تجویز می کند. گوردر، برگ گل درختی کوهی است، در آب می جوشانند و در بینی می چکانند، برای معالجه زکام خوب است. ازگند، برگ درختی کوهی است، به نام ازگند داروی سردرد است. پیرچینک، برگ درختی است کوهی، میگذارند خشک شود، خوب که خشک شد میسایند. خوشبوست، داروی هر نوع شکم درد است. بیتروان، برای پیچ شکم خوب است، برگ بوته است، در صحرا میروید. برای معالجه زخم، زرد چوبه ساییده مخلوط با روغن به کار می بردند تا بخار زخم را بکشد. وقتی سنگی می خورد به سری و می شکست، فرق سر را برنج در شکاف سر می گذاشتند. برای کمردرد و پادرد روغن هندی به کار می بردند که از پاکستان می آوردند. گاهی که درد شدید بود، آهن داغ می کردند و می چسبندند به پا، جایی که درد می کرد. گوشت و پوست را می سوزند. آن وقت شیره خرما و روغن سوخته موتور ماشین می مالیدند، جای سوختگی خوب می شد. گرکوت، از پشت ماهی درست می کردند، می کوبیدند، با آبلیمو مخلوط می کردند، می ریختند داخل گوش برای گوش درد. مسکن درد دندان نمک دریا بود. وقتی کسی مریض می شد، برش می داشتند می بردند به امامزاده، دراز می کردند مریض را کنار مقبره امامزاده، خاک گور بر می داشتند، می مالیدند روی صورت مریض، شفا می داد خاک گور. لحظه خاموش ماند حضرت ملا، داشت فکر می کرد. سرانجام تکانی خوردند لبها. معتقدات و ضرب المثل هم خیلی دارند مردم. اینها را به یاد داشت. مرغی که مثل خروس صدا بدهد می گویند نحس است و می کشندش. وقتی کسی بخواهد برود به سفر، هرگاه دنبالش گاوی صدا کند می گویند نرو، نحس است، چون گاو پشت سرت صدا کرده است. هیچ وقت پا به قبله نمی خوابند، بدشگون است، باید همیشه سر سمت قبله باشد. خداحافظی کرد ملا، مدیر مدرسه صدیق زهی، و رفت. مدیر مدرسه غلام محمد بازار برخاست، تأمل کرد لحظه‌ای، بعد گفت: خسته شدید آقای مهندس، خیلی صحبت مریضی شد، صحبت خشکسالی و بدبختی و قحطی شد. اجازه بدهید میخواهم یک کاری بکنم. شاعری دارد آبادی غلام محمد بازار، معروف است در سامان دشتیاری.
ساز خیلی خوب میزند، شعر خوب میخواند. میروم سراغش، کپرش آن طرف آبادی است، راهی نیست. خانه باشد دعوتش میکنم، برش میدارم، با خودم میآورم. خیلی طول نمیکشد، همین الان برمیگردم. و رفت. همسفرم مدیر مدرسه نوبندیان که خاموش نشسته بود و نگاه میکرد تمام شب، در این موقع شرحی گفت راجع به شاعری و شاعران بلوچ. بیشتر آبادی ها شاعری داشتند برای خودشان، ولی شاعر غلام محمد بازار خیلی مشهور بود در سر تا سر دشت یاری. صدای گرمی داشت. بلوچ ها به نوازنده های دورگرد شاعر می گفتند. پهلوان هم می گفتند. بعضی نوازنده ها شعر هم می سرودند. فلبداهه وقتی ساز می زدند و می خواندند متناسب با ذوق و حال اهل مجلس. موضوع اشعار چند گونه بود: اشعار تاریخی و پهلوانی، سرگذشت سرداران بلوچ، پهلوانهای جنگاور، جنگها، بعضی وقایع تاریخی مشهور قدیم یا جدید مثل قصه دادشاه که هر شاعری به نوعی روایت می کرد، آنطور که شنیده بود و یا در یاد داشت. نوعی دیگر اشعار عاشقانه بود و فلبداهه، یا اشعار داستانهای عشقی مثل قصه مریم خاتون. هر بار بسته به وضع مهمانان مجلس، ذوق و حال شاعر، داستان به روایتی تازه نقل می شد با طول و تفصیلی شاخ و برهای. برگشت آقای مدیر، همراهش پیرمردی باریک و بلند بالا، سپیدی شکرآویز بلند دستارش جاری بود روی شانه‌های استخوانی و گرداگرد ریش بلند و سپیدش. پیراهن خاکستری و شلواری آبی، برهنگی خاکی رنگ و استخوانی پاها، همرنگ حسیر کف اتاق. درنگی کرد لحظه‌ای خاموش و آرام، مانند پار ابری نازک و پوک بود پیرمرد، معلق در روشنایی کهربایی و خاکستری خلوت شامگاه کبیر. سلامی کرد، رفت و نشست گوشه اتاق چهار زانو و گفت: شاعری هستم، شعر می‌خوانم برای مهمان آقای مدیر. همایل کرد قیچک را کنار زانوی چپش، گرفت به نرمی گلوی قیچک را میان انگشتان دست چپ، با دست راست آهسته برداشت کمانه را، مماس کرد روی سیمهای قیچک، شروع کرد به نوازش سیمها و نواختن. بنفش و ارغوانی زیر و بم کشیده و نازک نغمه تارهای قیچک همچون امتداد شفاف مسیر شهابهای دور درخشیدند و به گردش در آمدند در فضای خفه کلبه گلی. ناگهان آواز پیرمرد نغمه های ممتد باریک و لغزان مثل تارهای قیچک، گاهی غلطی مانند تصویر اسیری انحنای شاخه‌های بید مجنون روی زلال موج‌های جویباری. ترجمه شعر: کی می‌شود بیرون بیاید از میان غبار سواری دلیر و مردمدار، مدد کند آدم‌های خسته را، یاری دهد به افتادگان و دلتنگان، خار برگیرد از پاهای رنجور، گرد برگیرد از دلهای پرغبار، خشک است کشتزارها، سوزانده است لوار کردها را، کی پیدا می شوند ابرها، کی می درخشند آذرخشها، ره گم کردگان سرگردانند میان بیابان همچون شتران بیمهار، کی می شود جویهای خشک لبریز گردند از آب باران پس از طوفان و سیلاب. کمانه به دستی و قیچک به دستی برخاست شاعر، خداحافظی کرد و رفت. مدیر مدرسه غلام محمد بازار گفت:
خیلی خسته بود شاعر، تازه رسیده بود از راه، اول نمیخواست بیاید. گفتم مهندسی هستید مهمان حاجی کریم بخش. بلند شد و آمد. حالا اگر خوابتان نمی آید، خسته نیستید، همکار ما شعری می خواند. خیلی شعر در یاد دارد، قصه های بلوچی می داند، ضرب المثل های بلوچی در خاطر دارد، شبها برای ما می خواند. معلم مدرسه غلام محمد بازار همچنان که نشسته بود روی حصیر چهار زانو و خاموش شروع کرد. صدایی همچون نجوا، مثل زمزمه نسیمی که در باقی دور دست می وزد، تکانی داد به دستها و انگشتانش و تلعلوی خاکستری انگشتری های نقره. همچون قایقی شناور بود کلبه گلی میان موجهای آرام و ژرف شط مهتاب کبیر. شعر خداحافظی، برگردان از شاعر. من به راه خودم می روم بی وفا، چه نگاه می کنی؟ بی وفا هستند و بد وفا، هیچ وفادار نیستند. دوست یک تیری زده به جگرم خورد. من به راه خودم می روم بی وفا، چه نگاه می کنی؟ کاکلهای خود را همیشه شانه می کنی و با من همیشه خنده می کنی. من به راه خودم می روم بی وفا، چه نگاه می کنی؟ نفسی تازه کرد آقای معلم که شاعر هم بود، به قول آقای مدیر شروع کرد. فصلی گفت، نخست درباره طرزهای شعر بلوچی و مضامین اشعار و نمونه هایی خواند از هر طرز و نوع. یکی شعر عاشقانه بود در شرح بیوفایی های معشوق. سری که زربفتی که بر گرد گیسوان می پیچد، پیراهن فاخرش، جواهرات و طلا و زیورهایی که زیب سر و شانه ها می کند و سر تا سر اندام رعنایش گله به گله بر فرق سرش و سر تا سر طره های بلند گیسوانش، روی پیشانی قشنگش، گوشواره هایی که می آویزد به لاله های گوش، حلقه ها و زیورهایی که می آویزد به پره ها و نوک بینی، لبها، گونه ها، گردن، سینه ها، بازوان، مچ دست ها، انگشتان، مچ پاها. دیگری شعر موتک بود، شعر موت یا مرگ. شعر هجایی گریستن بود در سوگ عزیزان از دست رفته. حق نداشتند زنها تا سه روز سوگواری کنند، گریه کنند، شیون کنند در سوگ شوهرشان. حق حق شکسته و فرو خورده زنان سوگوار بود. شعر موتک، در ته حلقها، در قفس سینها. زنی که جرأت نمی کند، حق ندارد مویه کند بلند در سوگ مردش، نمی داند کجا افتاده است پیکر مرد، روی کدام خاک، کجا مدفون شده است، زیر خروارها خاک، به زخم چه شمشیری، به گلوله کدام تفنگی. آی آی چه محالی، آرزوی بعید دیداری. و شعر زهیروک بود، به یاد عزیزی می سرودند که سفر دور کرده بود، آرزوی بازگشت یار سفر کرده بود، به سلامت و شادمانی. در مجموع نوعی شعر عاشقانه بود. ترانه ها هم بودند، به ترانه ها گاهی لیکود می گفتند، گاهی کردی، و شعر حماسی مانند منظومه چاکر و گهرام، میر هوتی، میر قنبر، بالانچ و دودا حاجی نوا خان، و شعر داستانی مانند شعر مریم خاتون. داستانهای نقلی هم بودند که سینه به سینه نقل شده بودند و شاعران می سرودند این داستانها را به حسب حال مجلس و روزگار. به جز این اشعار، مناجات ها بودند، پند نام ها بودند،
ستایش ها بودند، ضرب المثل ها بودند، چیستان ها بودند. شعر عاشقانه همان بود که خوانده بود در آغاز. حالا نوبت شعر داستانی بود. شروع کرد اول به نقل قصه مریم خاتون. مریم خاتون دختری بود خیلی قشنگ. تناز بود مریم خاتون، دلربا بود. اهل کوهستان سرباز بود، مانند و همتایی نداشت در سرتاسر بلوچستان، از سند گرفته تا سرحد. شهرت زیبایی مریم خاتون رسید به گوش سردار بزرگ بلوچستان. مادرش را فرستاد به خواستگاری، وزیر اعظمش را همراه مادرش کرد. مادر سردار رفت و رفت تا رسید به سرباز. فرود آمد در خانه پدر و مادر مریم خاتون کنار رودخانه سرباز. خوشحال شدند پدر و مادر دختر، استقبال کردند. مریم خاتون سوار اسبی سفید شد، راه افتاد طرف قصر سردار بزرگ. کاروان بزرگی راه افتاد دنبال مریم خاتون. آمدند و آمدند تا رسیدند به قصر سردار. هرچه جواهر قیمتی بود در خزانه سردار بزرگ درآوردند و زیب پیکر مریم خاتون کردند. مریم خاتون زیباتر بود، درخشانتر بود از همه زیورها. دردانه بود مریم خاتون. سردار بزرگ دستور داد عروس را 50 قدم راه ببرند در منظر چشمانش، در ایوان بزرگ قصر، تا خرامیدن دختر را تماشا کند. تازه 5 قدم برداشته بود مریم خاتون که فریاد زد سردار بزرگ، بس است، بس است. برگشت و رفت داخل قصر. دستور داد در بزرگ قصر را بستند، پرده ها را کشیدند. هرچه گوهر و جواهر بود بخشید به دختر و فرمان داد مریم خاتون را باز فرستادند به زادگاهش سرباز. در شگفت شده بود وزیر اعظم. پرسید از سردار بزرگ آیا عیبی داشت دختر؟ سردار پاسخ داد نه، هیچ عیبی نداشت جز مرگ. دیدم چند قدمی بیشتر خرامیدن مریم خاتون را تماشا کنم، چنان عاشق و اسیرش خواهم شد که تنها مرگ قادر به جدا کردن ما خواهد بود. مرگ را نزدیک دیدم به مریم خاتون. وقتی راه می رفت در ایوان، دوش به دوش مریم خاتون، مرگ هم قدم می زد در ایوان قصر. مریم خاتون بازگشت به سرباز. خواستگاران بیشمار از اکناف جهان روی آوردند به سرباز. امیرزادگان، شاهزادگان، سرداران، به هیچ یک شوهر نکرد مریم خاتون. عزت یکی از دلاوران مشهور و نامدار مکران راه افتاد و رفت به سرباز. میخواست خواستگاری کند از مریم خاتون. روزی میگذشت از کنار رودخانه سرباز. ناگهان نگاهش افتاد به مریم خاتون که داشت سر و تن میشست در آب رودخانه سرباز. مریم خاتون ملتفت شد، تکانی داد به ترهای بلند گیسوانش، خرمن زلفش ریخت روی دوش و شانها و همچون پیراهن حریر مشکی پوشاند پیکرش را. عزت دلاور به دیدن رخسار مریم خاتون چنان حیران شد که به زیر افتاد ناگهان از اسب، دیوانه شد و در دم جان سپرد. دیری نپایید عمر مریم خاتون زیبا، همانطور که سردار بزرگ پیش بینی کرده بود. مرگ امان نداد به مریم خاتون. شور چشمان چشمش زدند، یک دفعه افتاد و مرد. خواستگاران عزادار شدند، داغش بر دل مادرش نشست. خبر رسید به سردار بزرگ. به شنیدن خبر از هوش رفت. چون به هوش آمد وزیرش پرسید چه شد؟ چه اتفاقی افتاد برای سردار؟ سردار بزرگ پاسخ داد خاموش باش، نپرس چه شد که باز به یادش می افتم و در دم بیهوش می شدم.
این داستان منبع الهام بسیاری شاعران و سخنوران شده بود در بلوچستان. شعری که خواند شاعر به دنبال نقل قصه یکی از روایت‌های شاعرانه همین داستان بود. شعر مریم خاتون، ترجمه شعر: آه افسوس به آن مریم خاتون، خیلی او را دوست داشتم، مثل کسی که همیشه دوستدار خداست. آنجا حاضر بودم که بخوانم یاسین را برای نازنینی که هزاران خاطرخواه داشت. همانطور که در دین عربها گفتند، اسرائیل به دعوا آمده است. جهاز سیمک در دریا غرق شده است. تمام مردمان، حتی مردمان سرباز، نگران ماندند. هدیه خوبی خداوند برایت داده. مریم خاتون مثل مملکتی تا 9 ماه در شکم مادرش بود. کم کم شروع کرد به جنبیدن در رحم مادر. مثل ماه شب 14 از مادر به دنیا آمد. چقدر خوب بود جایش و چقدر خوب بود با تخت روانش. او را تکان تکان می داد دایه در گهواره. ناگهان به خواب رفته جگرگوشه من. زیبایی او از تعریف خیلی گذشته بود. بی اندازه خوشگل بود. مثل گلی که در چمن بروید، مثل نهال کنار جوی و گل انار. مریم خاتون، هزار افسوس برای خوشگلی تو. چه بود دوای دل آزرده تو؟ مریم خاتون بهترین گل بود در همه باغ‌ها. آب می نوشید از جامی طلایی. مریم خاتون با دوستانش بود. نشست و برخاست او با بزرگان بود. صورتش مثل پیشانی آهو قشنگ بود. آب را در لیوانهای کشمیری می نوشید. مادرش او را به خاری از خداوند خواسته بود. پرورش داده بود او را با بهترین شیر. ناگهان شور چشمی او را چشم زد. جادوهای سرباز او را از بین بردند. اکنون چندان نگذشته که این چراغ شبها خاموش شده. خواهر صمیمی حسن بانو فوت کرده. جنازه او را بردند و در سایه سرسبزترین درختها نهادند. بهترین عطر کاکل‌های خوشگل را شستند. کفن او را از پارچه ابریشم درست کردند. پدر و برادر صمیمیش او را روی شانه خود کردند، یعنی گذاشتند. به محلی بردند که دیگر او را فراموش نمایند. عمر این نوجوان خیلی کم شد. موسم این چراغ شب تیره شد. آمد زیر خاک در تپه کوچکی جا گرفت. مادرش همیشه گریه و زاری می کند. همیشه جای خالی او را نگاه می کند. طلاهای قوطی نقره‌ای او را می آورد و آنها را روی دل خود نگاه می دارد. از سرباز تا شهر پیردانا گریه می کنند برای آن خوشگل و نوجوان. دختر ماه سرباز همین یکی بود با خواهرهاش، قیمت او میلیون ها. نشست و برخاست با میر خاتون مثل سایه درخت سرو بود. کسی که می خواست عاشقی کند، عشق او کامل بود. مریم خاتون که مرد بردند و به خاکش سپردند. همه اهل سرباز سوگواری می کردند. خواستگاران می گریستند. به یاد زیبایی مریم خاتون و بلندی طره های همچون حریر سیاهش، سنگی تراشیدند و گذاردند روی گور به بلندی گیسوان مریم خاتون. نمونه یک کردی، ترانه عاشقانه. معنی ترانه: لنچ دارد راه میافتد به طرف قطر. یار نازکم بیا که دلم بی تو شکیبا نیست. افسوس هزاران افسوس که بی وفایی گل درمانی ندارد. نشستم و به زیورهای تو نگاه میکنم. یار نازکم بیا که دلم بی تو شکیبا نیست. افسوس هزاران افسوس که بی وفایی گل درمانی ندارد.
نمونه شعری در ستایش بلوچ. ترجمه شعر: کلات بلوچ کوهستان است که هیچ کسی را یارای رفتن به درون آن نیست. گذرگاه هم تنگه های سبز، بالش زیر سرم سنگ سخت، بسترم ماسه بیابان، همسفرم قول بیابان، راهنما و بلدم شمشیر بران، دامادم خنجر آبدار. برادرم تفنگ من، آبخوریم کندهای پرک. پانویز: پرک پیاله است که از برگهای نوعی خرمای وحشی درست می کنند. خوراکم کیش و کونل. پانویز: کیش شیره خرمای وحشی، کونل رطب خرمای وحشی، سخت است و نارس و گس. مردی که به خونخواهی برمیخیزد باید ترک زن و زال بگوید. نمونه یک زهیروک، شعر عاشقانه. ترجمه شعر: من اسبم را در دریا میشویم، دریایی که از شیر باشد. من لگام اسبم را در دست میگیرم، از جلو خانه ها میگذرم. دخترهای قشنگ بیرون میآیند از خانه ها، می آیند جلو من می ایستند، چشمانشان را بلند می کنند دخترها و راه را نگاه می کنند. نگاه می کنند به زین و برگ اسبم. مادرها گیس دخترها را می بافند، پدرها طلاهای زمینی برای دخترها می آورند. من انتظار دارم بیایند دخترها و دیدار کنند ساعتی با من، به برکت خدا و برکت امامزاده ها. یال باد جنوب و ابرها را میگیرم، میخواهم باد شمال بوزد، ببارند ابرها به آرامی، نخواهم گذاشت باد گورویچ بوزد. پانویس: گورویچ باد شمال غربی که زیان‌آور است. آی دخترها، بیایید نزدیک من منزل کنید، جایی که شیرها میگذرند. دختر به شاعر: پایت را ملرزان، بیا بالای تختم، چشمها را بالا کن و به زیر آستینم نگاه کن، نگاه کن و بدن بی عیبم را ببین. منتظریم برای ملایی که ما را عقد ببندد. ملا سه بار قل هو الله را پشت سر هم میخواند، همانطوری که سرم با بوهای محلی بافته شده. ملرزان پاها را، بیا بالای تخت، چشمایت را بالا کن، نگاه کن به آن دختری که روی ملافه های نرم آرمیده است. نمونه چند چیستان. ترجمه: با سری جولیده ایستاده تا صبح، یعنی نخل. چیزی است که تنگ است و تاریک، قیمتش صد هزاران است، یعنی قنات. می افتد در آب ولی تر نمی شود، یعنی سایه. همچنان که راه می سپرد نان می پزد تا می رسد به بمپور، یعنی شتر. جای پای شتر در معاصه تشبیه شده است به نان که بلوچ ها به شکل گرد می پزند، مثل جای پای شتر. مرغی در آب شناور است و چوبی در دل آن است، یعنی چلیب قلیان بلوچی. نمونه مثل‌ها: دروغ عیب مرد است، قیمت دختران را خویش و قوم‌های دختر بالا می‌برند. یک تاس آب می‌نوشند، صد سال وفاداری می‌کنند. تو رفیق نیمه راهی، مانند درخت پو اهل. پانویز: توضیح: پو اهل درخت چیست؟ شبیه یاس. برگ‌هایی دارد به رنگ سبز سیر و رایحه‌ای دارد همچون عطر یاس. بلوچ‌ها می‌گویند بار اول در آغاز نخستین زمستان پو اهل به درختان گفت: حالا که بهار رفته است، هوا دارد سرد می‌شود، بیایید همه ما بمیریم در سوی بهار. درخت ها قبول کردند، مردند همه، ولی پو اهل نمرد، سرسبز ماند. کلک زده بود به درختان، حالا تنها درختی است که در زمستان ها سبز است.
زنده است. پوئل مسئله بیوفایی است و فریب و دستان بین بلوچ‌ها.